What's up guys، به چنل من خوش اومدید. امیدوارم حالتون خوب باشه دوستان. امروز میخوایم با هم پروژه کاوای آیلند رو بررسی کنیم. توکنش که KWT هست، بهتون راهی کسب درآمد تو این گیم رو میگم. یه بررسی اولیه هست، امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشید. قبل از اینکه بریم سراغ بررسی، لطفا چنل رو سابسکرایب کنید، لایک کامنت هم یادتون نره. دوستتون دارم. بریم سراغ بررسی پروژه کاوای آیلند. خب دوستان، خوام بریم سراغ بررسی پروژه کاوای آیلند. حالا اسم سایتش kawaii.global هست، من لینکش رو حتما زیر ویدیو براتون میذارم. وارد سایت که میشید همچین صفحه ای رو میبینید، نسخه ای که الان شما میتونید پلی بدید تحت وب هست و با مرورگرتون میتونید پلی بدید. نسخه اندروید و iOSش حالا زده کامینگسون که میاد خدا میداند. چند تا قسمت مختلف داره. من حالا راجع به داکیومنتش اگه خودتون خواستید لایت پیپر و هاو تو پلی رو برید مطالعه کنید. من اطلاعاتی که خودم متوجه شدم رو بهتون میگم، امیدوارم ازش استفاده کنید. کافی رو پلی ناو بزنید، یه همچین صفحه براتون باز میشه. بازی تحت شبکه بایننس سمارت چین هست و اینجا کافی کانکت کنید و حالا من چون از قبل کانکت کرده بودم دیگه نیازی نیستش، خودش کیف پول من رو میشناسه و وصل میشه. بعد از اینکه لودینگش انجام شد پلی رو میزنید و منتظر میمونید تا لند شما لود بشه. خب همه اولش میگه که شما نیاز دارید برای اینکه بازی انجام بدید یه دونه فیل، یه پلنت و یه کریچر خریداری کنید. حالا اینا چیان میریم جلوتر بهتون میگم. بازی که لود شد یه همچین صفحه رو شما میبینید. شما یه سرزمین یا لندی دارید که محدود هست و همینقدر سایزش فعلا. یه آدمک بهتون میده که حالا چون من بار اولم نیست دارم وارد میشم، اسم براش گذاشتم. از شما میپرسه که چه اسمی میخواید بذارید، جنسیتش رو مشخص میکنید و در نهایت شما مثل من وارد این سرزمین یا لندتون میشید. دو تا قسمت داره. یه قسمت بالای لند هست، اینجا شما باید فیلد و پلنتاتون رو بکارید، یعنی زمین و گیاهاتون توی این بخش قرار میگیره. و یه بخش لند بالایی داره که موجوداتتون رو میتونید بذارید توی این قسمت. حالا اینا چی کار میکنن دوستان؟ کافیه شما از این سمت این در واقع آیکون رو بزنید، همچنین منوی براتون باز میشه. اینجا لند ها رو نشون داده که این کامان فیلد ها رو میتونید تهیه کنید و درگ کنید بندازید روی این لند پایینی و در نهایت یه سری پلنت که اگه در واقع NFTش رو از مارکت خریداری کرده باشین اینجا براتون روشن میشه، دوباره درگ میکنید نارم میریزید روی این لندایی که خریدین و کریچر ها که این موجودات دوست داشتنی هست که اینجا میبینید. حالا اینا به چه درد میخوره اونم بهتون میگم. این قسمتی که بهتون گفتم توی در واقع حالا پلنت ها، این پلنت ها بچه هر 2 دقیقه به شما میوه میدن. شما این میوه ها رو میتونید هر 2 دقیقه بیاید جمع کنید و ازشون استفاده کنید. باشون میشه دای یا یه سری پوشن درست کرد، بهتون میگم جلوتر دای چیه. و میتونید بهشون با در واقع میوه ها به کریچراتون غذا بدین و این کریچرا یا موجوداتی که اینجا میبینید هر کدومشون یه سری تخم میذارن که این تخم ها رو هر 20 دقیقه درست میکنم و شما میتونید بیاید و هر 20 دقیقه این تخم ها رو جمع کنید. پس پلنت ها هر 2 دقیقه به شما میوه میدن و هر 20 دقیقه یک بار هم این موجوداتی که کریچرهایی که این بالا هستن تخم میذارن و شما میتونید بیاید و سبد اینا رو جمع کنید. حالا اینا رو چجوری میتونید استفاده کنین، کجا کاربرد دارن؟ این پایین دوتا ماشین شما میبینید، یه ماشین سمت چپ هست که روش کلیک کنید دای ماشین بهش میگن. شما توی اینا میتونید از این معجون ها حالا یا پوشن ها رو درست کنید که مثلا نوشته من 50 تا از این میوه های سیاه میخوام. شما باید 50 تا از اینا داشته باشین تا بتونین یه همچین حالا دایی رو درست کنید. یه ماشین هم سمت راستش که بهش میگن متریال فکتوری، توش میتونید یه سری متریال مثل چوب، آهن، رابر و غیره رو درست کنید که اینا نیاز به تخم دارن، یعنی اینا رو باید با اون تخمایی که اون کریچر رو در واقع میذارن درست کنید. پس تو خرید NFT هاتون دقت کنید. مثلا رابر رو اگه بخواید درست کنید میگه که آقا شما باید یه همچین کریچری داشته باشید که یه همچین تخمی بذاره. چجوری میتونید درآمد داشته باشید؟ سوال خیلی خوبیه. شما با فروش این دای ها، یعنی این معجونایی که درست میکنید و این متریالی که درست میکنید و همینطور کرفت کردنشون با هم، یه قسمت این پایین ورکشاپ دارید که میتونید حالا یه سری وسایل مثل موب، مثل میز، صندلی یا خیلی چیزهای دیگه جالب، باسی عروسک اینا رو نوشته مثلا چه چیزهایی میخواد، کافیه روش بزنید و ببینید که چجوری میتونید اینا رو درست کنید.
بیاید اینا رو مثلا درست کنید، کرافت کنید، که برای کرافت کردنش هم سی تا KWT ازتون میگیره. توکن بازی KWT هست. بذارید من قبل از اینکه کلیه موارد بازی رو بهتون بگم یه نگاهی به توکنش هم بندازیم. از نظر قیمتی من کوینگکو رو براتون بیارم. این KWT یا همون کاوای آیلند که حدوداً 75 سنت هست و 7% هم که امروز رشد داشته. شما میتونید توکن رو از صرافی های پنکیک سواب و مکسی تهیه کنید. مکسی با ایران مشکل نداره ولی حتما وی پی ان بزنید، احراز هویت نمیخواد، ولی بازم میگم حتما وی پی ان رو بزنید. پس توکنش رو میتونید از اینجا بگیرید. من این دوتا ماشین رو که بهتون توضیح دادم، مارکت هم که بهتون گفتم، این هم فارم ریسورسه که اگه شما از مارکت NFT رو بخرید میتونید بیاید و این NFT هاتون رو اینجا استفاده کنید. یه بخش حالا پروفایل داره که کامینگ سون روش میزنید، اتفاق نمیفته، فقط مینویسه که تو آپدیت های آینده این بخش رو هم کامل تر میکنن. یه همچین بخشی داره که قبلا اینجا من لیدر بوردار رو میدیدم، الان چیزی نشون نمیده به من، نمیدونم چرا. یه قسمت بالا دارید سیلو که همون انبار شماست که هر چقدر میوه جمع کنید یا تخم جمع کنید این تو ذخیره میشه و این محدود ظرفیتش، ولی اگر لول آپ بشید محدودیت اینم خب هی بیشتر و بیشتر میشه، یعنی بالاتر میره ظرفیتش، اینجوری بگم بهتر. مثلا من لولم 3 فقط رفتم یه سری کارهای ابتدایی رو انجام دادم، ولی شما میتونید بیاید و تا لول 30 هم بیاید بالا داخل این گیم. اگر هم KWT داشته باشین که اینجا بهتون مقدار توکنی که حالا توی کیف پول متامسکتون هست رو نشون میده. من چیزی فعلا نگرفتم. یه قسمت انرژی هم اینجا دارید. این انرژی هم ممکنه پرسید برای چیه. شما میتونید لند یا سرزمین بقیه رو ویزیت کنید دوستان و برید و ریسورس ها منابعشون رو بدزدین، بردارین بیارین برای خودتون. یعنی اگر شما پول هم ندارید که بازی کنید یا حوصله‌اش رو ندارید که مثلا میوه جمع کنید، تخم جمع کنید، میتونید برید از این راه یه جوری سیلوتون رو پر کنید، ولی خب خیلی زمانگیره که خودش هم نوشته باید دوباره صبر کنید یه تایمی رو که بتونید برید این کار رو انجام بدید. حالا من قبلا این کار رو انجام دادم، خیلی راحت مثلا این میوه ها رو جمع کردم، خودم هیچ پلنتی ندارم که بخواد میوه بذاره. حالا بهتون نشون میدم برای این کار باید چیکار کنید. کافیه روی این مپی که پایینه کلیک کنین، یه جا نوشته رندوم ویزیت. رندوم ویزیت رو که میزنین مثلا میره سراغ لند آقای میکروزاتو. اینجا همونطور که میبینین قشنگ میوه هاش آماده است، کافیه این سبده رو بگیرین اینجوری دور این میوه ها بچرخونین. منتها من الان انرژی ندارم، بهتون نشون دادم انرژیم صفره. یا مثلا روی تخماش بیاین روی این کریچرا و این سبده رو بگیرین اینجوری بکشین و این تخما رو جمع کنین، که وقتی این کارو میکنید ازتون انرژی میگیره. یعنی این انرژی هم هر 38 دقیقه یا 40 دقیقه اینجا زمان میخواد که پر بشه. خب من دیگه دوباره روی این مپه میزنم. یه قسمت فرنیسلند داره که اگه دوستی دارید که مثل شما کاوای آیلند رو پلی میده میتونید آیدیش رو بزنید و از لندش ویزیت کنید یا دیدن کنید. یه قسمت کامیونیتی داره که کامینگ سونه و یه قسمت کلن که فعلا اضافه نکردن و اینم کامینگ سونه. و هوم رو که بزنید در نهایت برمیگردید به سرزمین خودتون. پس من این دوتا ماشین رو گفتم، یه ماشین متریال داشتید و یه ماشین دای یا همون معجون که میتونستید اینا رو توی مارکت بفروشین. حالا یه سری به مارکت بزنیم قیمت ها رو با هم ببینیم بچه‌ها. این مارکتش هست همونطور که میبینید یه شباهتی به مارکت اکس اینفینیتی داره، توتال سیل و رسنتلی و رسنتلی سولد و این ور نشون داره میده. حالا بریم تو مارکت پلیس. شما این بالا میتونید فیلت ها رو مشاهده کنید. من قیمت کم رو میذارم، مثلا حالا سرزمین ها یا این لند ها از 27 دلار شروع میشه. میتونید گیاه ها رو با قیمت های مثلا 34 دلار 39 دلار بگیرید و در نهایت یه دونه کریچر اینجا میتونید بگیرید با قیمت 70 دلار دیگه فکر کنم 70 دلار کمترینش باشه دیگه، چون اینجا لاست پرایس رو زدم. یعنی برای ورود شما تقریبا یه چیزی 300 400 دلار سرمایه نیاز دارید. درآمدی هم که میتونید داشته باشید داخل این گیم، میتونید منابعی که اینجا درست میکنید رو بفروشید که شامل همون دای و متریال ها میشد. و یه قسمت هم که بهتون گفتم این ورکشاپ هست که اگه اینا رو کرافت کنید میتونید این حالا تجهیزات خونه ای هم که اینجا درست میکنید توی مارکت بفروشید.
یه قسمت پایینم داره اوردر، که یه سری اوردر هم روزانه اینجا بهتون میده که اگه این اوردر رو انجام بدید جایزه بهتون همون توکن KWT رو میده. منتها برای اینکه بتونید به این قسمت دسترسی داشته باشین حتما باید یه دونه فیلد، یه دونه کریچه و یه دونه پلنت رو قبلا خریده باشین. این قانون جدیدشون قبلا اوردر لیست رو حالا نشون میداد و شما میتونستید انجام بدین حالا به هر صورتی شده، ولی الان چیزی نشون نمیده. شما حتما با ست NFT اینجا داشته باشین. دیگه چیز دیگه ای نمیدونه، گیمش خیلی ساده است بچه، داخل خونه هم هیچ اتفاق خاصی نمیفته. ایونتاشون هم که سمت راست حالا هالووین پارتی گذاشتن که حتما باید لولتون 12 باشه تا بتونید واردش بشین که من نیستم. کلیات همین بود. شما پس یه دونه پلنت میخواد، یه دونه فیلد میخواد و یه دونه کریچر که بتونید بازی رو شروع کنید. تقریبا $300 تا $400 میتونید هزینه کنید تو گیم. درآمدی هم که میتونید داشته باشید حداقل از $5-6 در روز هست، الا به بالا دیگه، اون بستگی به این داره که چقدر فارم کنین، چقدر دای تولید کنید یا چقدر متریال داشته باشین، چطوری اینا رو بفروشید. درآمدش تقریبا میشه گفت خیلی زیاد نیست، ولی گیمی که طولانی مدت فکر کنم شرایطش بهتر بشه، یعنی هم شما آپگرید میتونید بکنید سیلوتون رو، هم حالا پلنت های بیشتر اضافه میکنید، کریچر بیشتر اضافه میکنید و کم کم درآمد شما هم داخل گیم بیشتر میشه. این که من گفتم چجوری 5-6 دلار حداقل در روز هست، کافیه سری به مارکت بزنیم دوستان. حالا من تو مارکت بهتون نشون میدم. شما قسمت دای مثلا هر 10 تا از این پوشن ها رو شما میتونید به قیمت $6 بفروشید، که خب فکر نکنم واقعا درست کردن اینا سخت باشه، چون دای ماشین هم اگه بیان مثلا 50 تا از این میوه ها میخواد تا یه دونه از این ردایا میده. با توجه به اینکه این میوه هر 2 دقیقه در میان، شما خب میتونید خیلی راحت در طول روز این معجون ها رو درست کنین و بفروشین. این هم هست. متریالش هم که خب میتونید دوباره داخل همون مارکت پلیستون بفروشین، اونم یه کار دیگه است که میتونید اوردر بزنین روش. و یه قسمت این پایین هم داره که این اوردرها رو انجام بدین باز بهتون توکن KWT میده. یه قسمت ایردراپ داره سمت چپ، بازی گاهن ایردراپ میکنه، کافی اینجا ایمیلتون رو بزنید سابسکرایب کنید اگر ایردراپی ببرید، که خب اینجا بهتون نشون میده. یه قسمت NFT فارمینگ هم داره، بذارید من این قسمت هم بهتون بگم. این برای افرادی هست که وقت بازی کردن ندارن، یا یه تایمی میخوان برن مسافرت نیستن، یا مریضن، یا هر مشکلی براشون به وجود میاد، میتونن از این قسمت استفاده کنن که میتونید اون NFT هایی که دارید، پلنت، کریچر یا فیلدی که خریدین و بیاید اینجا لاک کنید، استیک کنید، منتها دیگه نمیتونید تو بازی ازشون استفاده کنید یا بفروشینش، اینجا توضیح داده. و به ازاش هفته بهتون 80 KWT میده که مقدار زیادی نیست. بذارید با مثلا حساب کنیم چقدر میشه. خیلی کمه، یعنی اونجوری نیست که واقعا به صرفه باشه شما بیاید و این کار رو بکنید. در واقع هفته 5-6 دلار میده. گیمش رو پلی بدید شما روزی تقریبا این مقدار رو هر روز دیگه حداقل 5 دلار میتونید در بیاد داخل گیم. خب پس این قسمت هم زیاد جالب نبود، NFT استیکینگش یا همون NFT فارمینگش من زیاد خوشم نیومد، چون توکن زیادی نمیده. قسمت گاید و پرولوگ هم داره که حالا راهنماییه که من بهتون کردم این راهنمایی ها رو و شما میتونید استفاده کنید از همینا. قسمت مپش هم که بهتون توضیح دادم. چیز دیگه این نداره این گیم. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین و اگر خواستید شروع کنید باز تصمیم خودتون، اگه همچین گیمایی رو دوست دارین و سرمایه‌تون خب کمه نمیتونین گیمایی مثل اکس اینفینیتی رو شروع کنید، میتونید به این گیم ورود کنید و انجامش بدید. اگر هم از گیمایی که حالا سبک فارمینگ داره خوشتون نمیاد، به نظرم سمت این گیم نیاد. من هیچ توصیه مالی انجام نمیدم. کلیات رو بهتون گفتم، خودتون میتونید به داخل مارکت پلیس قیمت‌ها رو ببینید، اگه براتون ارزش داشت به گیم برود کنید. یه چیز دیگه هم میخواستم بهتون بگم. آها، دوستایی که بایننس سمارت چین رو هم بلد نیستن به متامسکشون اضافه کنن، یه سایتی هست به نام chainlist.org که من این لینک اینم زیر ویدیو میذارم. کافیه وارد این سایت بشید، از این بالا ولتتون رو کانکت کنید، این بالا BNB رو سرچ کنید، دو تا عبارت BNB براتون میاره، یکی TBNBه، یکم BNB خالی که ما با این BNB خالی کار داریم، اد تو متامسک رو میزنید و این شبکه به متامسکتون اضافه میشه. دیگه نیاز نیست دست این کار رو انجام بدید.
دوستانی که نمیدونستم اونایی که میدونن چه جوری بایننس اسمارت چین به متاماسک اضافه کنن که هیچی قسمت رو نگاه نکنن. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین. اگر تجربه بهتری دارید توی بازی کردن توی کاوایی آیلند حتما توی کامنت ها بنویسید. اگه شرایط بهتری برای کسب درآمد توی این بازی میدونید بازم کامنت کنید و من این کامنت رو پین میکنم تا به بقیه شیر بشه و به کامیونیتی کمک کنه که بتونن درآمد داشته باشن، درآمد بیشتر. امیدوارم ویدیو رو دوست داشته باشین. سابسکرایب و کامنت یادتون نره. تا ویدیوی بعدی، پیس آوت.